اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوستان نهایت عزیز و علاقمندان قرآن را امروز با موضوعات رزق حلال و حرام، خصوصا در مورد گوشت هایی که در رستوران ها، دکان ها و یا بعضی از مغازه ها به فروش می رسد که نامش را حلال می داند، چه از نگاه مرغ باشد و چه گاو و گوسفند و شتر و غیره و غیره. به این مفهوم چون موضوع نهایت ارزشمند است، خصوصا در اروپا، امریکا و استرالیا که از خود قوانینی دارند ممالک، و بر علاوه این که ممالک از خود قاعده و قوانینی دارند، تجارها نیز از خود قاعده و قانونی دارند که هیچگاه به نقص خود موارد را استعمال نمی کنند. پس موضوعات را بعداً انشاءالله به خدمت شما خواهم رساند که در اولین آیه‌ای که در اولین حکم پروردگار عالم که ما انتخاب کردیم در قرآن، از سوره النحل آیه 116 خدمت شما عرض میکنیم که پروردگار عالم جل جلاله برای ما چه ارشادی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله. ترجمه میکنیم و همچنین لا کلمه منفی است در عربی ما و نا، هیچگاه هیچ وقت، و لا و همچنین لا هیچگاه تقولو گفتاری نداشته باشین، تصدیق نداشته باشین لما بر آن چیزی که تصف و صفت میکنه السنتکم زبان های شما الکذب از راه دروغ. یعنی شما پافشاری بر زبان هایتان که دروغ و افترا بسته می کنن و شما می دانین که حجت حقیقی ندارین، پافشاری نکنین. با خاطر چی؟ با خاطر از اینکه بفروشین مال خود را یا بخورین مال مردم را و یا هم تقسیم کنین بین خود مال مردم را که هذا حلال و هذا حرام، این حلال است و این حرام، در حالی که هیچگاه از قرآن و تصدیق قرآن را در دل و در زبان نداشته باشین. ولا تقولوا نگوین، دروغ نگوین. شما این حلال و حرام را از جان خود به خاطر با زبان میارین و تصدیق میکنین، لتفترو تا افترا ببندین، تا صحبت های شیطانی را انتقال بتن و یا هم درباره پروردگار عالم دروغ را نشانگر شوین، لتفترو تا به افترا بگیرین علی الله خداوند را الکذب به نام دروغ گوی، نعوذ بالله یا دروغ. ان الذين بتحقيق ان بتحقيق الذين ان کسانی که یفترون افترا میبندن، دروغ میگن، خیانت میکنن و راه و روش شیطانی را ارتباط میدن علی الله به خداوند جل جلاله، الکذب از راه دروغ، از راه دروغ و جل و فریب و شیطانت، لا یفلحون، هیچگاه
در رستگاری و در آسایش آخرت جای ندارد و هیچگاه آرام نخواهد بود. در این دنیا هم مثل که میگه دوز بریش خود پری داره برای خود یک نام و نشان دروغگوی و فاسق و فاجر کسب میکنه و در روز یوم دین نیز هیچگاه در فلاح و آسایش رحمت الهی نمی باشد. بخاطر چی؟ بخاطر که با خدای خود دروغ می پیوندد. نمی فهمه که چی حلال است چی حرام، بلکه از جان خود صحبت میکنه ای حلال است و حرام. پس چنوه از گوشت های ما که خداوند جل جلاله حلال سخت ما بخوریم، آن گوسفند و گو و گوساله و مرغ و فیل مرغ و دیگه و دیگه و دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. سوره الانعام آیه 118. پس شما از گوشت های حلال خورش داشته باشین، خریداری داشته باشین که فکلو بخورین مما از آن گوشت هایی که از آن حیوانات حلالی که خداوند جل جلاله برای ما حلال ساخته، ذکره که ذکر شده باشه اسم الله در وقت ذبح، یعنی در وقت حلال کردنش، در وقت ذبح الله اکبر یا بسم الله گفته باشه، شده گفته شده باشد علیه بر آن حیوان. این کنتم بی آیاتهی مؤمنین، اگر شما هستین با آیات ها و قرآن یا با این دلیلی که خداوند برای شما ارشاد فرموده مؤمنین، ایمان آورده کرد. پس وقتی که ما ایمان با خدا داشته باشیم، از آن گوشت های بخوریم که از آن حیوانات ذبح شده خریداری کنیم که ذکر نام خداوند بران شده باشد، او حلال است. یکی موضوعات بعداً به دراز ها می کشه. ما هم انشاءالله درس های بعدی ضروراً دوم، سوم، چهارم، پنجم و غیره انشاءالله به خدمت شما نقط به نقط خواهم رساند. ومن الله التوفيق. السلام عليكم.